درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. در خدمت شما هستیم با توضیحاتی در مورد ارتباط بین پی ال سی فتک و اچ ام آی دلتا. خب ما در اینجا یه پی ال سی فتک داریم سری اف پی اس، همطور که میبینید پورت صفرشو برای پروگرام داریم استفاده میکنیم. بعضی از دوستان از همین پورت به عنوان پورت 232 235 استفاده میکنن و از طریق RS232 اونو بسش میکنن حالا به HMI دلتا یا هر HMI دیگه. یه سری ماژول های ارتباطی هست مثل این FPS CM55 که ما اینجا استفاده کردیم. این ماژول دو تا پورت 485 رو به CPU ما اضافه میکنه، برخلاف حالا PLC دلتا که مثلا خود 485 داره. شما میتونید اینجا بیاییم با ماژول هایی که در PLC فتح وجود داره، هم 232 هم 485 و هم اترنت رو میتونید به سی پی یو اضافه بکنید. در کنار هر کدوم از این ماژول ها شماره پورت هم نوشته، پورت 3 و پورت 4 الان اینجا نوشته. این سری اف اس که ما استفاده میکنیم تا 5 تا پورت رو میتونه پشتیبانی میکنه، 4 تا خارج از سی پی یو و یه دونه هم پورت 0 رو خود سی پی یو. خب ما شروع میکنیم به نوشتن برنامه. پس اینجا ارتباط رو از طریق این 485 که اینجا وجود داره، ببینید دو تا سیم هستش، مصاد منفی میاد به 1 و 6 HMI مون که 1 میشه مثبت 6 میشه منفی، دقیقا مثل PLC دلتا که اون زیر سوکت 485 داره. اینجا هم اون دو تا سیم رو به عنوان 485 میتونیم به 1 و 6 HMI دلتا بیام و بس. خب من اول میام توی برنامه PLC فتک وین پرو لده یه برنامه ساده می نویسم، مثلا میگم مموری 0، یه مموری میذاریم اینجا 1922 که مموری سیستمی هستش، هر نیم ثانیه روشن و نیم ثانیه خاموش میشه. خروجیش هم میدیم اینجا یه اوت میکنیم و مثلا وای 0. اگه دقت بکنی آدرسایی که توی PLC فتک داریم تقریبا مشابه همون PLC دلتا هستش. خب همینو من سیو میکنم و اینو آفلاین اجازه بدین آنلاین میزنم. شماره پورتی که اینجا دارم استفاده میکنم کام 13، اینو از کجا آوردم؟ تو دیوایس منیجر کامپیوترم اگر دقت بکنی اینجا کام 13 رو برای من شناخته. اگر کابل PLC فتک استفاده میکنی ولی PLC تو رو نمیشناسه، درایورش تو سایت PLC وان هست، دوستان میتونم از اونجا دانلود بکنن. اینجا پورت رو میشناسه و بعد وقتی که اینجا آنلاین میشه به این صورت ارتباط شما برقرار میشه. خب من اینجا سی پی یو رو میبرم روی حالت ران و ام اس اف رو فعال میکنم. اجازه بدین. خب ام اس اف رو اینجا آن میزنم. ببین چه اتفاقی میفته. چون پی ال سی من ترانزیستوری هستش، خروجیشو دادم به ریلی 24 ولت که وقتی تحریک میشه شما از فعال و غیر فعال شدن رله متوجه بشین که الان این PLC داره کار میکنه. خب پس الان برنامه ما مشکلی نداره. میریم روی چی؟ کاری که باید اینجا انجام بدیم، میریم روی برنامه HMI. خب من یه نیو میزنم، 107 EV مدل HMI من هست. اینجا اشتباهی که دوستان میکنن در قسمت انتخاب کنترلر میان اینجا فتک رو انتخاب میکنن، این اشتباه هستش. شما وقتی فتک رو انتخاب میکنید فقط تی سی پی رو داره، باید بیان اینجا دو تا بالاتر گزینه فکون رو انتخاب بکنید. دقت بکنید فکون و سری هم که من دارم سری اف پی اس هستش دیگه. ارتباط من RS485719600 ایون و فینیش تمام. حالا میام یه دونه اینجا مینتین در نظر میگیرم، این مثلا میشه چیه من؟ استارت استوپ من، این میشه استوپ برای حالت صفر، برای حالت یک هم میگم استارت، درسته؟ آدرسش هم که MSF استفاده، میبین که آدرس های PLC فتک شما رو اینجا داره و میتونید ازش استفاده کنید. اندازش رو یه ذره بزرگتر میکنم که شما اینجا ببینید. برای حالت صفر مثلا میتونم بگم قرمز باشه، برای حالت یکم میتونم بگم مثلا سبز باشه که متوجه بشین. و این همین برای یه دونه خروجی هم در نظر میگیرم، اینو میشه وای صفر. ببینید دقیقا آدرس های
PLC فتک رو از شما قبول میکنه و تکسش هم مثلا میگم آف و برای حالت یک هم میگم آن. برای حالت آن هم میتونیم مثلا رنگش رو تغییر بدیم بگیم آبی بشه، یعنی اینجوری میشه. خب این هم یه اجازه بدیم تکسش رو ذره بزرگتر بکنیم. خب اینجوری. خب الان اینو اگر من سیو بکنم و کامپایل بکنم و دانلود بکنم باید ارتباطش برقرار بشه، چون من اون پورت 485 هم برقرار آنلاین نه، من اشتباه کردم، باید دانلود بکنم. خب دانلودش میکنم، ببین چه اتفاق میفته. خب استارت میزنم، ببینید برنامه داره کار میکنه و اینجا هم ارتباطمون چون برقراره میبینید که داره کار میکنه. خب نکته ای رو که باید دقت داشته باشین هستش که وقتی پورت 4 رو شما دارین انتخاب استفاده میکنی، تنظیمات پورت 4 رو از حالت توی حالت وقتی زمانی که آنلاین هستین و پورت 4 پارامتر، اینجا با تنظیمات رو چک بکنید که حتما هم 9600 ایون 71 باشه. اگر مثلا من اینجا بیام پروتکل رو از روی فتک بذارم مثلا روی RTU، ببین چه اتفاق میفته. من اوکی رو که بزنم چون آنلاین هستم روی همون حالت آنلاین، ارتباط من در واقع تغییر میکنه، یعنی تنظیمات پورت 4 من تغییر میکنه. بلافاصله شما میبینید که کامیونیکیشن ارور روی صفحه HMI میاد به خاطر اینکه تنظیمات پورت 4 من با این تنظیماتی که اینجا در نظر گرفتیم توی کامیونیکیشن سیتی یکی نیست. ببین اینجا گفتیم که میخواییم وصل بشیم به یه سیستمی که به کنترلری که RS-485 ایون 1-9600 هستش، ولی اینجا توی PLC فتک و پورت 4 این تنظیمات رو من نمیبینم. 9600 ایونش درسته ولی 8-1 و RTUش یکش هم درسته، 8 و RTUش اشتباه. اینو من دوباره میذارم روی فتک کامیونیکیشن پروگرام، این هم میذارم 7. مثلا این بولدریت تنها هم اگر تغییر بکنه، یعنی یکی از تنظیمات کامیونیکیشن یا تنظیمات ارتباطی اگر درست نباشه ارتباطمون برقرار نمیشه. حالا که اوکی که بزنم میبینید که تنظیمات میره روی PLC من میشینه، پورت 4 من میشه همون 7-1-9600 و وقتی که فعال میکنم اینجا سیستم من کار میکنه. خب اینجا رو میام روی حالت آفلاین و برای اینکه تغییرات ورد رو هم به شما نشون بدم یه دونه اینجا مثلا یه دستوری استفاده میکنه، یه فانکشن میذارم مثلا دستور INC که increase هستش، increase میکنم یه حافظه رو مثلا دیه 100 رو میخوایم افزایش بدیم. فقط دقت داشته باشین که این مموری 1922 فعال میشه، اینجا باید لبه بدیم که هر بار فعال شدن یه دونه افزایش پیدا بکنه. بعد میتونیم اینو با یه عددی هم مقایسه بکنیم. ببینید اینجا من میام پایین تر، خب یه فانکشن دیگه میذارم دستور بزرگتر یا بزرگتر مساوی، مثلا بزرگتر مساوی خوبه. بزرگتر مساوی میگم که اگر دیه 100 مثلا از چند بزرگتر شدی یه حافظه بهش میدم مثلا دیه 200، از دیه 200 بزرگتر شدی باز یک فانکشن استفاده میکنم موف کن 0 رو تو چی دیه 100، میخوام دیه 100 ریسیت بشه دوباره از اول بیاد. خب پس الان ما اینجا دو تا مقدار داریم، یه دیه 100 داریم یه دیه 200 داریم که یکیش مقداری هست که داره افزایش پیدا میکنه، یکی دیگه هم ست پوینته. خب من اینو سیو میکنم، اینجا میرم روی حالت آنلاین. توی PLC فتک شما وقتی که آنلاین میشین به منزله اگر برنامه داخل کامپیوترتون با برنامه PLC یکی نباشه به منزله دانلود هم هست، یعنی دانلود و آنلاینه. اینو دقت داشته باشین، خیلی از دوستان یه برنامه رو باز میکنن برنامه داخل PLC رو میخوان بگیرن در صورتی که نمیدونن که با این آنلاین شدن برنامه داخل کامپیوتر منتقل میشه به اصطلاح CPU و براشون مشکل ایجاد میشه. خب ببینید من الان MSF رو فعال میکنم، شما DS100 رو دارین میبینید که داره افزایش پیدا میکنه. حالا میام این DS100 رو اینجا قرار میدیم تا اپراتور ما بتونه ببینه. ببینید من همینو دو رقم کافیه به عنوان DS100 میام اینجا در نظر میگیرم. میخوام حافظه های وردی رو هم شما بتونید توی PLC
به اصطلاح توی اچ ام آی دلتا بتونید ببینید. خب من اینجا گذاشتم دی 100، بک‌گراندش هم عوض میکنم، یه ست پوینت هم داریم دیگه. این شد نامرگ دیسپلی. یه دونه نامرگ اینتروی هم اینجا میذارم و شما اینم باز میذارم دو رقم. خب این شد چند؟ دیه 200 شد دیگه، با دیه 200 مقایسه میکنم. خب اندازه اینم بزرگتر میذاریم. خب اینم میذارم دیه 160، اینم 160. بک‌گراندش هم عوض میکنم و برنامه رو دانلود. خب الان برنامه به HMI دانلود شد، برنامه PLC هم که داشتیم، CPU هم که رانه. خب الان DA200 مقدارم خب از قبل با برنامه قبلی 19 بوده، من اینو مثلا میذارم 10. خب این به 10 که رسید با ریسیت بشه. ببینید دوباره از اول میاد، به 10 که رسید صفر رو موو میکنه داخلش. حالا واسه ببین که بزرگتر یا بزرگتر مساوی باشه، میتونه خود 10 رو هم شامل بشه یا نه. خب مالا من اینو میذارم 15، میگم به 15 رسیدی ریسیت شد دیگه، به 10 برسه ریسیت نمیشه. یا 10 11 12 به 15، که ما 15 رو عملا نمیبینیم. چرا؟ چون گفتیم بزرگتر مساویه 15، یعنی خود 15 هم شامل میشه. به معنی که 15 رو میبینه ریسیت میکنه. خب حالا یه سوالی که پیش میاد که من اگر برق رو اینجا قطع بکنم و وصل بکنم چه اتفاقی میفته؟ اومدم از دیه 100 و دیه 200 استفاده کردم دیگه. من برق رو قطع میکنم، دوباره وصل میکنم. اینم به عنوان این میگم که دوستان اگر یه موقع از ست پوینت خواستن استفاده بکنن، اینجا توی تنظیمات و آدرس هایی که توی HMI استفاده میکنن به مشکل نخواهد. خب الان هر دوتا هم عدد دیه 100 و هم دیه 200 مقدارشون حفظ شد. دلیلش چیه؟ دلیل این که همه دی ها توی، یعنی همه حافظه های دی توی PLC FATIC retentive هستن، برای همین شما برای اون میبینید که بعد از قطع و وصل برق ارتباطتون مقدارش مثلا ریسیت نمیشه. اینجا یه گزینه داره به نام مموری توی نمودار درختی، حافظه هایی که ریتنتیو هستن اینجا بر ما کشیده. ما اگر بخوایم حافظه استفاده کنیم که ریتنتیو نباشه، مثلا میتونیم از مثلا توی قسمت R اومده گفته که از R 0 تا 2999 3000 تا براتون اینجا یه سری حافظه های تعدادی در نظر گرفته که معمولا نیاز شما رو مرتفع میکنه. اگر نیاز شما رو مرتفع نکرد، میتونید اینجا این عددها رو توی اون بازه که میخواین تغییر بدید. خب الان ببینید اینجا R 3000ه. اگر من اینو 100 بدم چه اتفاقی میفته؟ میگه از R 0 تا R 99 ریتنتیوه. حالا مثلا من میگم یه دونه دیگه اضافه میکنم از R 0 تا R 100. خب تا R 100 برای ما چیه؟ ریتنتیوه، چون من کمش کردم دیگه، درسته؟ اینو وقتی اوکی میزنید روی حالت آنلاین اضافه میشه. حالا من میام چیکار میکنم اینجا؟ دو تا حافظه ریتنتیو اینجوری در نظر میگیرم، میذارم اینجا. این رنگش هم عوض میکنم. خب یه رنگی که متمایز باشه با اون، به این صورت. خب اینو میذارم R 100 مثلا. ببینید اینجا R 100 جزء اون موارد بود دیگه. اگر اینو بیارم اینجا و اینو بذارم R 200، R 200 دیگه جزء ریتنتیو نیست. ببینید یکی شد، پس سمت چپ شد R 100، این شد R 200. این دوتا رو دانلود میکنم، ببینید چه اتفاق میفته. پس شما توی PLC FATIC حافظه های ریتنتیو رو میتونین تغییر بدین، یا اگر نیاز شما رو مرتفع نمیکنه خودتون میتونید تغییر بدید. مثلا من اینو میذارم، هر دوتا رو میذارم 11، درسته؟ هر دوتا رو گذاشتم 11. یه بار دیگه چک میکنم، ببینید R 100 جزء ریتنتیو هست ولی R 200 نیست. خب اینجا PLC رو ران میکنم. خب برنامه الان داره کار میکنه، اون قسمت ران برنامه من که با اینا کاری نداره. اینم من میذارم 11. ببینید الان این دوتا شد مقدارشون 11، چون CPU رو رام کردیم. خب
حالا من میام چیکار میکنم؟ توی همین حالت برق رو قطع میکنم. اون 5 و 15 نباید غیر فعال بشه، 11 سمت چپ هم نباید غیر فعال بشه، چون ما بهش گفتیم که شما جزء ریتنتیو هستی، آر صد هستی. دوباره برق رو میام وصل میکنم، ببینید چه اتفاقی میفته. خب ببین 5 و 15 مون، 11 سمت چپ همون، 11 سمت راست که آر 200 بود، چون ما اون بازه ریتنتیو رو کوچیک کردیم دیگه، آر 200 جزء حافظه ریتنتیو دیگه نیست. به خاطر همین میبینید که مقدارش ریسیت شد و ما اینجا اون عددش رو به اصطلاح دیگه، عددی که توش بوده رو نداریم. اینم توضیحاتی در مورد به اصطلاح ارتباط بین PLC FATEC و HMI دلتا در حالت R485 یا مودباس که با استفاده از این ماژول FPS CM55 استفاده شد. الان من از پورت 4 استفاده کردم، شما میتونید از پورت 3 هم استفاده بکنید، فقط روی حالت آنلاین تنظیماتش رو باید چک بکنید و نوع کنترلر رو توی HMI دلتا به جای فتک باید فکون انتخاب بکنید. آدرسا M, X, نمیدونم Y, D, R میاد و ازش میتونید توی برنامه‌ای که دارین استفاده کنید. تا آموزش‌های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. پیروز باشید.